کجا هستی؟ کجا؟ الان؟ آره آره بگو. معرفی کنم، پویا افشار هستم، لس آنجلس زندگی میکنم، رشته انیمیشن درس خوندم، مقطع لیسانس و فوق لیسانس و در حال حاضر در خدمت شما با این نمایشگاه به نام دیو آز. نمایشگاه دیو آز. دیو آز کجا هست؟ گالری نگارستان آن. آن بعد چه تاریخی هست؟ گالری از 17 تیر تا 5 مرداد 1390. خب شما چند وقت نقاشی می‌کنید؟ من کارم راستش انیمیشنه، ولی خب در کنارش کار نقاشی رو هم انجام میدم. خب چطور که این کارا به انیمیشن نمیاد؟ نمیاد؟ اتفاقا اگه دقت کنید میاد به کار انیمیشن، یعنی در اصل یه پروژه‌ایه که مربوط به کار انیمیشن. دلایل چیه؟ حرکت توش هست. پس هر کاری حرکت مال انیمیشن؟ نه، ولی خب این کارا به اون منظور اجرا شده و یه تمی رو دنبال میکنه که در اصل برای انیمیشن کوتاه کار شده. اگر بگیم انیمیشن کوتاه کاراش چجوریه چی میگیش؟ انیمیشن کوتاه کاراش چجوریه؟ آره، یعنی کارهای تصویرهایی که ببینی چیه؟ تو انیمیشن کوتاه آره. هر چیزی میتونه باشه، میتونه داستانی باشه. چه فرقی با یه نقاشیه؟ کار نقاش داره. کار نقاش توی یه تصویر باید داستانشو بتونه بگه، ولی توی انیمیشن به حالت فیلم یه آغازی داره، یه میانه‌ای داره، یه پایانی داره، یعنی پیشوند و پسوند داره. بله. خب بعد اینا الان وسطوند یا پیشوند یا پسوند؟ اینا هر ستاش میتونه باشه، هر کدوم از نقاشی ها یه توضیح داره. خب حالا همینطوری که میریم بگو مثلا سعین چی میگی؟ خودش باید حرف بزنه نقاشی. نه بابا من پیشوند یاد میانه است، میانه کاره. این همه میانه کاره. آیا اینا رو ساختی فیلم شو؟ نه انیمیشنش. بعد انیمیشنش هم نشون میدید؟ اینجا نشون داده شد. خب یه دفعه دیگه بگو که کجا هستیم، چه تاریخیه؟ نمایشگاه دیو آز نگارستان آن از 17 تیر ماه تا 5 مرداد 1390. خود شما؟ پویا افشار. آقای پویا افشار خیلی مخصوص کردم. منم مامان پویا افشار. بیا بگو. جدی میگی؟ جدی شو. نمایشگاه اینا دیو آز. آز یه چیز جالب میخوام توی این فیلمتون بگم بهتون. من نگاه کردم دیدم که بیشتر آدمایی که میان هم نسلای ما میگن آز، دیو آز، دیو آز. بعد گفتم آقا خانم دیو آز، میگن آز چیه؟ میگم شما لغت آز رو نمیشناسید، البته این به نمایشگاه نقاشی مربوط نمیشه، این به ادبیات مربوط میشه. بعد مشخص شد که دارید 10-15 ساله کلمه آز، اگرچه که در فرهنگ مردمی و حکومتی ما خیلی وجود داره، ولی مثل اینکه از ذهن مردم پاک شده.